چیز از یک مطالبه به حق اقتصادی آغاز می شود. اما دشمنی که منتظر کوچکترین فرصت برای ضربه زدن بر پیکر ایران اسلامی ما است، خیلی زود مطالبات مردم را کنار زد تا دین و اسلام و هویت مردم را هدف قرار دهد. آن هم با شعارهایی که اگر ایرانی و مسلمان باشیم هیچگاه بر زبانمان جاری نخواهد شد. اما توهین و سنگ پراکنی ها به سمت مقدساتی که هویت ما را جان بخشیده اند و بخش جدایی ناپذیری از هویت ماست فقط به شعار ختم نشده. از آتش زدن حسینیه و یک مرکز مذهبی در تاکستان آغاز می شود. حسینیه تاکستان مردم خوب جمع شدن. و البته آتش زدن نخل قدیمی در یزد که یکی از نمادهای بزرگ عزاداری سید الشهدا در این شهر است، نمادی که صدها سال است مردم یزد پای آن برای امام مظلوم ما عزاداری کرده و میکنند. حجت الاسلام مطهریان یکی از وعاظ یزد از این نخل قدیمی که نماد عزاداری مردم یزد است میگوید و البته از کید اغتشاشگرها در با آتش کشیدن این نماد مذهبی. ببینید، نخل به عنوان یه نماد بسیار مقدس شیعیان و علاقمندان به ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست و به عنوان محفظه برای تشییع جنازه حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و در روز عاشورا هم مردم میان زیر این نخل، با اینکه وزن زیادی هم داره، یه عده از جوانان این نخل را حمل میکنن. اعتقادشون این است که اینایی که تو این مسیر مولان اغتشاشگری دارن میکنن، هدف اصلیشون اسلامیت نظام ما. اگر نظام ما اسلام نداشت که اینها کارش نداشتن. مشکل اصلیشون همینه. همه چیز به اینجا ختم نمی شود. سنگ پراکنی به سمت حسینیه‌ای در ملایر و البته آتش زدن پرچم مقدس کشورمان، آن هم با هدف از بین بردن نماد لا اله الا الله در میانه آن، بخش‌های دیگری از کارنامه سیاهی است که اغتشاشگرها در تاریخ سیاهشان ثبت کردند. موضوعی که اشک غیرت بسیاری از مردم را در آورده. آدم گریهش میگیره که همچی کاری دارم. مملکتش رو زیر سوال میبره توی کشورهای خارجی. قلب فکر میکنم 80 میلیون جمعیت ایران و اونایی که خارج از کشور هستن رو جریحه دار کردن. اون کسی که به پرچم ما توهین کرده، حالا من توهین میگم، سوزوندن رو نمیگم، اگه توهین کرده واقعا ایرانی نیست. پرچم آتش زدن اصلا واقعا کاری ایرانی نیست. پرچم خودمونه. کار انگار منو آتش زدن. این آقا رو آتش زدن. شما رو آتش زدن. معنی نداره. البته مردم هیچگاه در برابر این هجمه‌های وحشیانه آشوبگرها و اغتشاشگرها سکوت نکرده و نخواهند کرد. اغتشاشگرهایی که باز هم توسط رسانه‌های دروغگو و سخن پراکن آنور آبی مورد حمایت همه جانبه قرار گرفته‌اند. آن هم با دروغ‌های شاخدار، مثلا شبکه انگلیسی من و تو در خصوص شهرستان ایزه که صدها کیلومتر با دریا فاصله دارد، و یا این یکی شبکه فارسی زبان آمریکایی که با پول‌هایی که به سیاهی روی اغتشاشگرهاست ارتزاق می‌کنند. من عضوی هستم از جامعه روشندلان ایرانی. فقط تونستم در حد وسع خودم در خیابان‌ها حاضر بشم و شاهد اون بلایی باشم که سر مردم میاد. متأسفانه شما نگاه می‌کنید برخورد پلیس رو، وقتی با دقت می‌بینید نشانی از انسانیت درش نیست. با RPG من با چشم خودم دیدم. اگر خودم ندیده بودم عرض نمی‌کردم. آیا سیگارچی با چشم دل دیدم. البته مردم گوششان به این حرف ها و دروغ پراکنی های رسانه های غربی بدهکار نیست. مردم استخوان در گلو هم باشند، از همه گلمندی های معیشتیشان که لزوم پاسخگو بودن مسئولان را هم می طلبد، اما گندم ری معیشتشان را به آرمان ها و هویت ایرانی اسلامیشان نخواهند فروخت. غیرتی که به وضوح در راهپیمایی هایی که صدای انزجار مردم را یکی دو روزی هست به گوش دشمن رسانده بسیار نمایان است. اومدیم به این دشمنا، به این معاندین، به این کفار همپیمان آل سعود، به این آمریکایی های موضوع یه چیزی بگیم. این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. آماده شهادتی. ملت ما بیداره. ملت ما
پدر بیزاره. راهپیمایی هایی که هر روز که میگذرد و جنایت های اغتشاشگران آب و رنگ جدیدی البته با مایه های خشونت بیشتر پیدا می کند، اما رنگ و روی حضور مردم را بیشتر می کند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. دین و مذهب یکی از مهمترین ویژگی های مردم ایران است و همین هایی که ضمن آشوب طلبی مراکز دینی و نمادهای آشورایی را تخریب می کنند نشان می دهد. آنچه هرج و مرج طلب ها می خواهند با مطالبات به حقه مردم بسیار تفاوت دارد.